سلام، خیلی خوش اومدید به کانال داوینچی. امیدوارم کارتون خوب باشه. چند تا ویدیوی آخرمون که ایناست در مورد راندو روی کاغذ کالک بوده، که راندو روی کاغذ کالک با ماژیک، با مداد رنگی و این سری میخوایم راندو با پاستل روغنی رو امتحانش کنیم. و این نکته رو بگم که اکثر راندوهایی که توش از پاستل استفاده میشه، حالا چه پاستل گچی چه روغنی، اکثرا برای خط آسمان استفاده میشه و نهایتا قسمت ها و دیواره های خیلی بزرگ. برای جزئیات و چیزهای کوچیک و اینجور چیزها معمولا ازش استفاده میشه. حالا ما امتحان میکنیم که ببینیم چه جوری در میاد. این طرح اولی همونه، همون پالت قدیمی که داشتیم. من چند تا از رنگای پاستل روغنیمونو بهش اضافه کردم که ببینم چطور در میاد. اکثر رنگاش خوبه، یه سری رنگای تیرش بوده که این دوتا از خیلی خراب شده. وقتی که میخوایم محوش کنیم با دستمال کاغذی یا دستمال، حالا یا گوش باکن و اینجور چیزا، محو کن، خراب میشه. ولی اکثر رنگاش خوبه، خیلی نرم و یک دست میشه، مخصوصا رنگای روشنش. البته ممکنه این تو برندهای مختلف فرق داشته باشه. حالا من اینا رو تست کردم، گذاشتم روی کار ببینم رنگای مختلف رو کدوم قسمت ها چجوری میشه. اینا رو حالا امتحان میکنیم. من سعی میکنم که از بالا شروع کنم، بیام پایین، چون که پاستله و یه جورایی چسبندگی زیاده، ممکنه به دستم یا این کاغذ زیر دستم بچسبه و بقیه کار رو خراب کنه. پس از بالا به پایین حرکت میکنم. از رنگ زرد شروع میکنم که حالت غروب خورشید رو میخوام بگیرم. معمولا از پاستل برای راندو استفاده نمیشه، بیشتر همون برای خط آسمان و اینجور چیزاست. ولی من خودم اگر یه کانسپت خیلی سری بخوام بزنم، راندو خیلی سری دم دستی، میتونم ازش استفاده کنم، چون خیلی سری میتونیم رنگ رو کاغذ بذاریم و خیلی جزئیات بهش نمیدیم. برای کانسپت زدن خیلی عالیه. خب میرم رنگ بعدی، نارنجی. یه خورده میام روی رنگ قبلی. یه نارنجی دیگه دارم، یه خورده تیره تره، اونو استفاده میکنم. حالا موقعی محو کردنش، ما حالا با استفاده از دستمال کاغذی یا دستمال پارچه‌ای معمولی، یا گوش باکن یا محو کن، هر جوری که شما راحتی، استفاده میکنیم که این رنگا رو محوشون کنیم یه خورده و یک دست تر بشه. فقط تنها نکتهش اینه که اگر از این قسمت استفاده کردیم برای محو کردن یه رنگ، برای رنگای دیگه از همین قسمت استفاده نکنید، چون قاطی میشه رنگاش، خراب میشه. اگر یه قسمت های کامل محو نشد، مثلا این رگه هایی که افتاده، اصلا نگران نباشید، این طبیعیه، مشکلی هم نداره. برای این گوشه ها اگر میخواید کادرتون که دقیق در بیاد، از چسب کاغذی میتونید استفاده کنید، این قسمت رو بزنید، بعد از اتمام کار میتونید چسب رو بردارید، یه خط خیلی صاف و تمیز در میاد. یادتون که کاغذ اینجا بذارید، بعد شروع کنید به محو کردن یا رنگ کردنش. خب این از رنگ آسمانمون. خب ما میتونیم این کار رو با رنگ کردن خط آسمانش، با رنگ کردن آسمانش، پس زمینه و درخت ها و پوشش گیاهی کار رو تموم کنیم، بدون اینکه خود بنا رو رنگ بزنیم. معمولا اینجوری که یا پس زمینه رو رنگ میکنن یا خود بنا رو رنگ میکنن و کل کار رو رنگ نمیکنن. حالا ما سعی میکنیم که کم کم پیش بریم، ببینیم اگه کل کارم رنگ کنیم چجوری میشه. شما اگه
طرحتون یه جوری باشه که بافت زیاد داشته باشه، جزئیات داشته باشه، مثلا این ریزکاری ها، میتونید بناتون رو خیلی رنگ بهش اضافه نکنید یا اصلا رنگ اضافه نکنید، فقط پس زمینه رو بهش رنگ بدید، چون همونجوریش هم جذاب میشه. قسمت هایی که خیلی کوچیکه یا ظریفه رو میتونید با گوشباکن محوشون کنید. البته این خیلی نیاز به محو کردن نداره، یه خورده فقط میخوام یک دستش کنم. یه سبز تیره تر برمیدارم، یه قسمت های پایینش و بعضی جاها رو یه خورده تیره میکنم. دیگه اینو محوش نمیکنم، میذارم که همینجوری بمونه. یه سری لکه میذارم. حالا اگه من به این قسمت ها رنگ اضافه کنم، کار میتونه تمام شده باشه. خب این کار همینجا تمومه. اگر چیز دیگه اضافه کنم به نظرم خیلی زشت و شلوغ میشه، ولی امتحانش میکنیم که ببینیم چجوری در میاد. برای سمت چپ دیوار رو از رنگ روشن‌تر استفاده میکنم. خب راندو این کار تمام شد، امیدوارم که خوشتون اومده باشه و به دردتون خورده باشه. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش رو بزنید. اگر نظر، انتقاد و پیشنهادی دارید کامنت بذارید و لایک یادتون نره. خدا نگهدار.